مورد دیگه که خیلی خیلی مهمه، حتی نیروی انسانیش دیگه چقدر تاکید کردم، برای من این به اندازه نیروی انسانی مهمه، جغرافیای فلسطین. فلسطین به لحاظ جغرافیایی فاجعه است از نظر امنیتی، واقعا سخت تامین امنیتی اونجا. 430 کیلومتر طول داره، عرض‌ترین پهناش 114 کیلومتر، کمترین چقدر؟ 14 کیلومتر. یک کشوری که عرضش چقدر باشه؟ 14 کیلومتر، شما میتونید چیکارش بکنید؟ ببینید این فلسطین اشغالی، این خط زرد رو که شما میبینید، یعنی از ایلات، بندر ایلات که تو شمال خلیج عقبه است، تا منطقه متولات، شمالی ترین نقطه فلسطین اشغالی، این 414-15 کیلومتر. حالا چون خط سیرش مستقیم، حالا خورد جاده باشه خورد بیشتر. بعد این غزه است که دیدید خیلی کوچیکه، اصلا عرض اینجا الان 12 کیلومتر. بعد این کرانه باختری رود اردنه که خیلی اسمش رو شنید. 80 کیلومتر مرز مستقیم کرانه باختری با اردن داره. مرز خشکی با دریاش هم نزدیک 35 کیلومتر. خب این همه مرز مشترک با اردنی که چی؟ 60% جمعیتش فلسطینیه. یعنی تسلیح کرانه باختری یه حرف عادی بگید نیست، پایان اسرائیله. اینقدر رو اینجا حساسن که اینا نگید. بعد خود این کشور شما نگاه بکنید، اصلا شمالی جنوبی خورده حالا عمق داره 400 کیلومتر، همون هم چیزی نیست نسبت به وسعت کشور ما، اما به لحاظ ارضی فاجعه است. اگه از سمت شرق مورد حمله قرار بگیره، همش اینا تو دریا میریزن. بمب اتم میخواد چیکار؟ تو نبرد تن به تن میخواد بزنه تو کله خودش، بمب شیمیایی میخواد بزنه برای خودش، بمب میکروبی میخواد برای خودش بزنه، نمیتونه. تنها راه و بهترین راه و کم هزینه ترین راه چیه؟ مسلح کردن مردم فلسطین. اونا هم فهمیدن سازش دیگه جواب نمیده. الگوی حماس، مقابله حماس و 19 تا گروه مقاومت دیگه تو غزه دیدن، فقط حماس نیست، حماس گنده ترینشونه. یکی از رهبران رژیم صهیونیستی میگه، موشه دایان یه مقاله می نویسه به اسم مسئله مرزها و امنیت اسرائیل، میگه اسرائیل با مشکل پیچیده و غیر عادی در زمینه امنیت روبروست. مساحت کشور در حدود 8100 مایل مربع است، تقریبا 21000 کیلومتر مربع بدون احتساب کرانه باختری و نوار غزه، و طولی حدود 300 مایل دارد. از ساختمان پارلمان ما میتوان سرباز اردنی رو مشاهده کرد، حتی مجلس رو بالا پشت مجلسش رو میتونید سربازی که توی کشور دیگه است ببینید، و از مرز اردن میتوان به راحتی ساختمان ستاد مشترک ارتش اسرائیل رو دید. دقت کنید عبارتو، میگه از اونجا ستاد ارتش ما رو دارن میبینن. بعد یا احرون یریف از تحلیلگرای نظامی صهیونیست‌ها بعد از جنگ 1967 میگه عوامل دیگری هستن که بر حساسیت مسئله عمق استراتژیکی غربی شرقی و شرقی غربی ما میافزاید. از این نظر یک، توسعه ارتش‌های عربی از نظر کم و کیفی، میگه این کشور عربی قدرتمند شدن. این کشور عربی جنگ 6 روزه نیستن بابا، خمپاره‌شون الان از توی کرانه باختری نقطه هست که توی اسرائیل نتونی شما بزنی. شما یک بار دیگه همونجا که من به شما نشون دادم 15 کیلومتر پایینترش تلاوی بود، همونجا که 14 کیلومتر میشد 15-20 کیلومتر پایینترش تلاوی بود. یعنی تو کرانه باختری یک چیزی، یک پرتابه اسمشو میذاریم، هرچی یک پرتابه 20 کیلومتر بتونه بره تلاوی بزنه.